در جلسه گذشته داشتیم با دکتر هومان صحبت میکردیم در مورد کلسیم و چرا جذب نمیشه و این دلیلاش چیه؟ پوکی استخوان. ولی شما داشتیم میگفتیم که یه دونه از این دلایلش شاید تایروید باشه. بله، یکیش هورمونای خانم‌ها بود که صحبت کردیم، کاور کردیم و وقتی به دوران یائسگی میرسن، یکیش وقتی که تیروید کم کار میشه. بله. تیروید که کم کار بشه، البته اونم باز یه بحث جدا خیلی جداگانه داره. دقیقاً همین می‌خواستم بگم. تیروید رو نمیدونن چه؟ بله. چرا خود تیروید رو میدونن همه که چیکار میکنه، یعنی برای متابولیسم و خیلی کارهای دیگه که میکنه، یه هورمون، یکی از مهمترین هورمون‌هایی که برای بدن لازم، یعنی عضوهایی هستش که هورمون‌ها رو ترشح میکنه، قدرت مترشح هست. ولی وقتی که این کم کار میشه، چون یکی از کارهای غده تیروید، یکی از سطح‌ها کارش اینه که به جذب کلسیوم، یکی تیروید یکی غده پاراتیروید، بله، که به جذب کلسیوم کمک میکنن، وقتی که کم کار میشه میتونه جذب کلسیوم رو یه مقداری کم کنه و مختلش کنه. به خاطر همین وقتی ما و خیلی ها نمیدونن، خیلی ها حتی به پزشک میرن و طبق اون آزمایشاتی که انجام میدن میگن نه، تیروید شما مشکلی نداره. بله. درصد تمام علائمشو دارن. بله بله. چرا؟ به خاطر اینکه به اون مرحله قابل تشخیص نرسیده. یعنی به اون رنگ، فکر کنین مرحله قابل تشخیص رنگ سیاه هست. یه بار صحبت کردیم راجعش. بله. و اگر سیاه نباشه اتوماتیک بار گمان میکنن که پس سفیده. تشخیص رنگ سفید هم ندارن و تشخیص خاکستری رو هم ندارن. بله. فقط سیاه، پس سیاه نبود میگن سفیده. در صورتی ممکنه هزارها سایه خاکستری رو طی بکنیم که به اون، برای همین تیروید ممکنه مشکل داشته باشه ولی همون به اون مرحله قابل تشخیص نرسیده باشه. پس تیروید هم یکی از اون چیزایی هستش که میتونیم در برنامه‌های آینده راجع به اینکه چه علائمی میتونه و چه جوری توجه بکنیم. کسانی که کم کاری تیروید دارن، یه چیزی که باید دوری کنن ازش که جذب کلسیمشون هم بتونه بهتر بشه، کریسیفرس وچتبلز که میدونی چیان؟ اصلا نمیدونم چیان. مثل کلم و خانواده کلم. بله. براکلی. بله. گل کلم، کلم پیچ، کلم قمری، خود کلم و غیره. اینا یه ماده‌ای دارن درشون به نام گویتروژن. بله. که این گویتروژن باعث میشه که تیروئید که کم کار هست یه مقدار سلاگیش بشه، ناراحت ترش کنه. اینه که مردم، خانوم های آقایون وزنشون اضافه میشه، این منظورتون چیه؟ بله، اون هم میتونه یکی از دلایل باشه. بله، یکی از دلایلی که مردم به خصوص خانم ها وزنشون اضافه میشه، بدنشون دیدی شبیه گلابی میشه. بله. دقیقا مثل گل، به خاطر کمکاری غده تیروئید. بله. خب پس تیروئید هم باید بالانس بشه و یکی از چیزایی هستش که کمک میکنه برای جذب کلسیم. دکتر بابا، میشه که تیروئید بالانس بشه؟ من میدونم خیلی ها قرص میخورن، ولی بدون قرص، با غذا، با تقویت میشه؟ فقط غذا نه، ولی ساپلیمنت و مکمل های غذایی تحت نظر یک متخصص و در این حالی که تحت نظر پزشکشون هستن، باز تکرار میکنم، تحت نظر پزشک باشن، داروهاشون هم بخورن، در این حال ما از راه طبیعی میتونیم کمکشون کنیم و بعد کم کم میتونن، باز تحت نظر پزشک که مانیتور میکنه، هی این کمتر میشه. بله. در بسیاری از موارد، نه همیشه. بله. بستگی داره که چقدر اون به هر حال پیش رفته باشه. بله بله. با میدونم یه دونه هست هایپرتایروید، یه چیزی هم هست هایپو. هایپو، بله. هایپر یعنی پرکاری تیروید، هایپو هم که کم کاریش میشه. بله. با این که شما گفتین که یه ذره وزنشون زیاد میشه، میشن شبیه گلابی، میشن. گلابی که میدین چیه؟ بله، عاشق گلابی هم. خب میخوری هر روز؟ هر روز سعی میکنم یه گلابی، من دخترم. نوشه جان. خب یکی دیگه از دلایلش میتونه، یا یادت جلسه گذشته صحبت کردیم که بدن باید بیشتر قلیایی باشه تا اسیدی. و متاسفانه اکثر رژیم های غذایی مردم بیشتر اسیدیه. چیزایی که اسیدیه، بله، کافئین، همه چایی ها کافئین ها، تمام فرآورده های حیوانی. شما گفتین چایی؟ چایی هم کافئین داره. بله. بله. چایی سیاه. ببخشید، اسیدیک؟ بله. چایی هم اسیدیک میشه. بله. تمام مواد حیوانی، فرآورده های حیوانی، گوشت. تمام گوشت ها و لبنیات ها و همه اونها، یادت گفتم. بله. شیر میتونه اسیدی بشه. پس باید سعی کنیم که 80% غذای ما قلیایی باشه، که قلیایی چیا هستن؟ سبزیجات و میوه‌جات. بقیه چیزا اکثرا اسیدی هستن. حتی ولی مثلا غلات اگر ما جوونشون رو بزنیم میشن تقریبا قلیایی، از اون حالت اسیدی در میان. یا مثلا بادوم، در تمام آجیلالات و مغزها، بادوم درختی تنها مغزی هستش که
قلیویی هست، بقیه همه اسیدی هستن. واو. توی قلات هم میلت، میلت میدونی چیه؟ ارز، بهش میگن ارزن به فارسی، همون که به پرنده ها میدن، ولی خب اون هم برای انسان ها خیلی خوبه و اون هم قلیویه. اینو باز تا اینجا داشته باش که بعد در جلسه آینده باز چند تا از دلایل دیگه که میتونه باعث پوکی استخوان باشه بهش گفتیم و بعد بگیم چی کارها مردم میتونن، عزیزان میتونن بکنن که بهتر بشن، که از نظر طبیعی کمک شون. مرسی دکتر. خواهش میکنم.